با سلام خدمت شما دوستان عزیز، حاجی والکم، امیدوارم حالتون خوب و فوق‌العاده باشه. دوستان من، در این ویدیو میخوام بهتون یک بازی رو معرفی بکنم که این بازی میشه پول در بیاری. اخیراً مارکت جهانی این بازی به خاطر سیزن جدیدش داره کنفیکون میکنه مارکتو و بسیار هم قدرتمنده. دوستان من توجه کنید و تا آخر ویدیو همراه من باشید، حسابی فوکس کنید و جلو نزنید، چون خیلی اطلاعات مهمی میخوام بهتون بگم. اگر مال کردید لایک کنید، کامنت بذارید، لاشی بازی در نیارید. دوستتون دارم. خب قبل از هر چیز چند تا سوال سریع میزنم تو گوشش. بازی 100% فریه، بازی تحت لانچر به استیمه و همچنین خود بازی فیلتر نیست، پس بدون فاکین وی پی ان میتونید بازی کنید. اسم بازی از پس آف اگزایل، بازی ای آر پی جیه و بسیار بازی فست، سریع، قدرتمند، داره داستان بسیار زیباییه و دوستان بازی به شدت سختیه. دارم بهتون میگم بازی سختیه ولی حال میده پلی دادنش. در سبک دیابلو، یعنی پدر این بازی میشه دیابلو و رقیب اصلی دیابلو برای بازی دیابلو آیوی هم میخواد باشه، چون پس آف اگزایل 2 بیاد. حالا کاری نداریم دوستان، میخوام راجع به درآمدزایی و پولای خفنی که میتونید از این بازی خفن رایگان به دست بیارید بهتون توضیح بدم. دوستان عزیز، باید بهتون بگم این بازی میشه ازش پول در بیاری. یعنی چی؟ اول مثل هر بازی دیگه آنلاین، اصولا این بازی هم مثل دیابلو، مثل ورلد آف وارکرافت، ماتریال فارم اونجوری نداره، ولی مثل دیابلو شما میتونی سوکت سازی داشته باشی، برای ملت سوکت بزنی، میتونی انچنت داشته باشی، برای مردم انچنت بزنی روی هلمشون، وپنشون، میتونی آیتم کرافت بکنی. دوستان من، حالا قضیه اینه که چجوری میخوای اینا رو بفروشی، کجا باید بفروشی. دوستان من، این بازی چیز برای لینک کردن و اینا نداره، یعنی مثلا شما نمیتونی درست کامیونیکیت کنی برای لینک کردن. برای همین یک سایتی وجود داره که اکشن هوست این بازیه. اکشن هوست این بازی جای سرچ بازیه، چون بازی سرچ نداره، یعنی تو مثلا نمیتونی یه جای دنبال آیتم سرچ بکنی، اکشن هوست سرچی مثل ووف نداره، پس یه جایی برای سرچ کردن داره، پابلیکه و این سایت فیلتر با وی پی ان هم بزنید. به هر حال شما سرچ میکنی آیتمو پیدا میکنی و اون کسی که مثلا فرض کن آیتم کفش ساخته میاد میگه بله من کفشم میتونم کرافت بکنم یا این انچنتر میتونم بسازم و اون ملت اینجوری میفهمن آه اسم این پلیر اینه و بهش پیام میدن و خلاصه کپی میکنن و کارهای اداریشون رو در میارن. پس این شد یه قضیه درآمدزاییش، ولی متدهای دیگه هم داره، کلی متد داره. نه کنید دوستان، طلای توی این بازی اسمش طلا نیست بچه ها، نه سیلور، نه گولد، نه چیزی. در قبال خدمات، همین فارم و اینا که بهتون گفتم، کرافت گفتم، چی میگیری؟ بهش میگن کورنسی. شما کورنسی فارم میکنی، یعنی طلا دیگه نیست، ما اسمشو میذاریم چی؟ بس کورنسی. کورنسی میگیری. بچه ها برای پلی دادن بازی باید وقت بذارید و اصولا اوایل یک سیزن یا فصل یا همچنین لیگی که میاد، مثلا الان کرسیبل اومده یا فصل جدیدش خیلی خفنه، داستان جدید، دانجن مپ، الیت یونیت، خلاص استایل جدید بازی اضافه میشه، آپدیت میاد، ما میگیم آپدیت. اینجا ملت به مقدار بسیار شدیدی میان ازتون کرنسی میخرن و قیمت کرنسی ها به شدت میاد بالا، یه چیز عجیب و غریبی میاد بالا. دوستان من، خلاصه بازی برای اول یک لیگ و سیزن مثل ورلد آف وارکرافت شما باید مثلا یه ماه باید وقت بذاری، روز شب بار سفرتو بکنی، پس این خیلی چیز مهمی شد که بهتون
توضیح دادم. شما تقریبا از همه چیز کرنسی میگیرید. موقع لول اپ چانس داره که مثلا کرنسی بگیری و مثلا الیت بزنی، دانجن بزنی، پلیر بزنی و همچنین خدمات به مردم ارائه بدی. حالا خدمات رو میخوام توضیح بدم. پس پول توی بازی مثل گولد ورلد اف وارکرافت که از همه چی تقریبا گولد میگیری، اینجا کرنسی میگیری. اسم کرنسی اینجا از کیاس اورب، یعنی مثلا یونیت میکشی کیاس اورب دراپ میکنه. هر یه تعداد که نمیدونم چند تعداد کیاس اورب میشه دیواین اورب. این دیواین اورب دوستان من ازتون میخرن، یعنی برای یک دیواین اورب ارزش قائلن. و دیواین اورب هر یه تعدادیش مثلا 10 تایش 20 تایش من نمیدونم چقدر 100 تایش میشه یک میرور آف کالندرا. پس چی شد؟ کیاس اورب، دیواین اورب، بعدش هم از همه خفن تر میرور آف کالندرا. این میرور آف کالندرا اینجوریه که باهاش میتونی آیتم رو هم کپی پیست کنی، یعنی مثلا یه دونهشو داشته باشی ارزش انقدر زیاده که میتونی مثلا بزنی روی آیتم یا آیتمی هم کپی کنی. برای همین ملت اینو خیلی نیاز دارن، برای پلیرهای آلتشون بخوان بیارن بالا، خلاصه اینکه در نتیجه بهش خیلی نیاز دارن. هر یه دونه میرور آف کالندرا 80 تا 150 دلاره، یعنی کافی شما بیاین مثلا هفته یه دونه میرور آف کالندرا بتونید در بیارید. پس خیلی خیلی ارزش زیاده. پس باید همینجور فارم بکنید، دیواین اورب فارم بکنید، چیزهای دیگه فارم بکنید که بتونید در بیارید. خلاصه که این بازی بسیار پیچیده هم هستش و در کنار اون حالا خدمات، در کنار فارمای کرنسی که بالاتر بهتون گفتم، خدمات ارائه میدن. دوستان تمام پلیرهای کل بازی پس آف اگزال توی یک دیسکورد یا همون سایتی هستن به اسم TFT. توی دیسکورد TFT حتما باید ملت جونشن. حالا چرا باید جونشن؟ اونایی که میخوان پول در بیارن باید جونشن. حالا قضیه این دیسکورد TFT هم بهتون توضیح میدم. یه دیسکوردی خیلی بزرگه، صدها هزار نفر عضون و اونجا توش جاب یا شغل وجود داره. مثلا چی؟ مثال میزنم گوش بدید. مثلا اونجا یک جابی بازه، یک شغلی باز شده، اوردر. مثلا چی؟ میگه ما به دنبال یک پلیر ساپورت میگردیم که با ما بیاد فلان مثلا دانجن رو بزنه، فلان خر رو بزنه و اونجا وقتی شما بیاید ما در قبالش به شما مثلا 10 تا دیواین کرنسی میدیم. یعنی تو میری ساپورت پلیری پلی میدی، چون ساپورت کمتره در قبالش دیواین کرنسی رو هم میگیری. یه مثال بود. یا مثلا تو میری چالنج براشون میزنی و این چالنج رو وقتی میزنی در قبال این چالنجه شما کرنسی میگیری. خلاصه این سایت کارش همینه، یا همین دیسکورد بگم بهتره، TFT کارش اینه که شما میتونی اونجا اوردر درخواست کنی یا اوردر بذاری که مثلا من فلان پلیر خفنی هم دوست دارید بیاد، یا علی مزمز. گرفتید؟ ما خب همچین چیزایی توی تلچت ورلد آف وارکرافت خودمون داریم، اینجا ولی به صورت دیسکوردی انجام میدن. حالا بگذاریم. بوست داره این بازی دوستان من. شما میتونید بوستر هم باشید، یعنی شما نه تنها میتونید کرنسی مورنسی بفروشید، یعنی فارمش کنید، فرض کنید مثلا برید دانجن ها رو فارم بکنید، یه سری مثلا کلاس ها هستن که درصد کرنسی دراپشون بیشتره، مثلا 1% فرض کنید گوبلین چجوری گولد بیشتر دراپ میکنه توی وو 1%. مثلا خلاصه اینکه از این کارا میتونید بکنید، سوکت، انچنت کرافت و خیلی کار دیگه، مثلا یک اوردری رو انجام بدید در قبالش دیواین کرنسی بگیرید و خیلی از این کارا هم میشه انجام داد. شما میتونید بوست هم بکنید. یعنی چی؟ یعنی میتونید مردم رو کری کنید، ولی کریش مثل ووف نیست، باید بهتون آیدی بس بدن و میدن دوستان، چون که مپینگ داره. حالا بذار بهتون توضیح بدم مپینگ چیه. یعنی بهتون اکانت میدن، شما در قبالش مثلا 100 تا دیوان کرنسی شما میگیرید و بعدش میایین براشون دو سه روز تلاش میکنید، کمپینای داستانیشون رو میزنید، لول کاراکتر رو میرسونید 85 و یه خورده آیتم هم میزید تو خیکشون و خلاصه بازی اون پلیر رو برای مید گیم شروع میکنید. دوستان تازه بخواد طرف مید گیم شروع بشه باید یه مدت مثلا پلی بده، 4 5 روز باید پلی بده و پول میدن، میگن آقا مید گیم ما رو شروع کن که ما تازه مثلا دیگه بعد خودمون بازی رو بغره بکنیم، انگار مثلا دانجنا رو واسمون باز بکن، لول اپو انجام بده، اینجوریه حاجی. خب یه بوست دیگه هم داره 90 تا 100، یعنی لول 90 تا 100، خب اون قیمتش هم بالاتر و بازی رو به لول 100 میرسونه، خب مسلما کرنسی بیشتری هم در قبالش میگیره، اصولا هم آی دی پاس میدن. حالا نمیدونم جای دیگه هم داره که آی دی پاس بتونی ندی. خلاصه چی شد؟ کرنسی مهمه، کیاس اورب داره، دیوان اورب داره، میرور اف کالندرا داره و یه سری کرنسی های خفن دیگه.
که اینها همشون ارزش دلاری دارن و میشه این کرنسی ها رو فروخت در قبالش پول گرفت. این کرنسی ها رو در قبال خدمات ارائه دادن توی بازی، کرافتینگ، جوو کرافتینگ، انچنتینگ، زدن یونیت، زدن کوست، لیول اپ، الیت، باس، دانجن، پی وی پی، خلاصه هر چیزی که انجام بدید شما کرنسی میگیرید. بعد میتونید کرنسی رو بفروشید. حالا به کی میخوای بفروشی؟ به یک کسی مثل اسپانسر من MM Order میتونید پیام بدید و در قبالش تومان با کله خمینی بگیرید. امیدوارم که به دردتون بخوره و نوش جون شخص شریفتون. عشق منید، بچکنید یا علی مزمز.